به نام خداوند یکتا به خبرهای این ساعت تلویزیون بیک خوش آمدید. امروز دوشنبه 11/1398 خورشیدی است که برابر می شود به 2 دسامبر 2009 میلادی. نخواستم سرخط چند خبر مهم. جدا شدن بیش از 20 تن از افراد طالبان از صفوف این گروه در ولایت جوزجان. کشتن 5 تن از افراد طالبان در ولایت کندوز. و افزایش آمار کشته شدگان در اعتراضات ایران. مشروع خبرها با من محمود رسولی. در یک هفته اخیر 25 تن از افراد گروه طالبان در ولایت جوزجان از صف این گروه جدا شده و به خارج از کشور رفتند. مقامات محلی در این ولایت با تایید این خبر میگویند این افراد که قبلا در ولسوالی مینگجیک این ولایت مصروف فعالیت های حراس افکنی بودند، در یک هفته اخیر از صف این گروه جدا شده و به خارج از کشور سفر کردند. گفته می شود که این افراد در کشورهای ایران و ترکیه سفر کردند. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. در یک هفته اخیر 25 تن از جوانانی که در صفوف گروه طالبان در ولسوالی مینگجیک ولایت جوزجان بودند از صفوف این گروه جدا شده به خارج از کشور رفتند. ولسوالی مینگجیک ولایت جوزجان اتفاق رخ داده که در مشخصا از هر قریه 2 نفر 3 نفر بود که دیروز شخص ولسوال و قریه‌دار منطقه مشخصا تماس گرفتن و تعدادی از جوانایی که دو از صفوف مخالفین مسلح را رها کردن یادداشت به ما دادن. عبدالمعروف آذر سرپرست دفتر مطبوعاتی ولایت جوزجان با تایید این خبر به تلویزیون بیک گفت که این جوانان قبلا در ولسوالی مینگجیک این ولایت در حملات حراس افکنانه نقش داشتند و با نیروهای امنیتی می جنگیدند، اما در چند روز گذشته از صفوف مخالفان مسلح دولت جدا شده برای کاروبار به ایران و ترکیه رفتند. به گفته او این جوانان از کارکردهای گروه طالبان که در مقابل نیروهای امنیتی و مردم ملکی پی برده بودند که جنایتی بیش نیست، بعد از آن از این صفوف جدا شدند. و این افراد گفتند که مخالفین مسلح دولت ناحق با نیروهای امنیتی ما می جنگه و این نوع جواز شرعی نداره، با استفاده از اسلام برادرکشی میکنند. ولسوالی مینگجیک ولایت جوزجان یکی از ولسوالی های نسبتا ناامن به شمار می رود که گروه طالبان در این ولسوالی فعالیت دارند. گروه طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظری نکردند. در اثر عملیات نیروهای قوای هوایی در ولایت کندوز 5 تن از افراد گروه طالبان کشته شدند. قلردوی عملیات خاص با پخش خبرنامه می گوید نیروهای قوای هوایی یک اراد موتره حامل طالبان را در ولسوالی 4 در این ولایت مورد آماج قرار دادند که در نتیجه آن 5 تن از اعضای گروه طالبان که به قطعه سرخ این گروه تعلق داشتند کشته شدند. گفته می شود در این ضربه نیروهای هوایی مقدار مهمات طالبان نیز تخریب گردیده است. در یک حمله هوایی نیروهای امنیتی در ولایت کندوز 5 تن از افراد طالبان کشته شدند. قلردوی عملیات خاص با پخش خبرنامه میگوید نیروهای هوایی کشور شب گذشته یک ضربات هوایی را در مربوطات ولسوالی 4 دره ولایت کندوز بالای یک اراده و سایت نقلی گروه طالبان انجام دادند. در این خبرنامه آمده است در نتیجه این حمله هوایی نیروهای امنیتی 5 تن از اعضای قطعه سرخ گروه طالبان کشته شدند. گروه طالبان تا اکنون در رابطه با کشته شدن افرادشان چیزی به رسانه ها نگفته است. ولایت کندوز از جمله ولایت های نسبتا ناامن به شمار می رود که گروه طالبان از نقاط مختلف بالای پوسته های نیروهای امنیتی در این ولایت حمله می کنند و در درگیری هایی که در اثر این حملات
صورت می گیرد به هر دو طرف درگیر نیز تلفات وارد می شود. یک موتر مملو از مواد انفجاری در کابل پایتخت کشور از سوی نیروهای امنیتی کشف شده است. وزارت امور داخلی کشور با پخش خبرنامه می گوید نیروهای امنیتی در جریان گشت‌زنی‌شان در ولسوالی قره‌باغ این ولایت یک موتر مملو از مواد انفجاری را کشف کردند. گفته می شود که تاکنون در پیوند به این رویداد کسی بازداشت نشده است. یک اراده واسطه نقلیه مملو از مواد انفجاری در شهر کابل از سوی پلیس کشف و ضبط شده است. وزارت داخله با پخش اعلامیه می گوید نیروهای امنیتی یک عملیات را در شهر این ولایت را اندازی کرده بودند که در نتیجه این عملیات یک اراده موتر مملو از مواد انفجاری از مربوطات این ولایت کشف شده است. در این اعلامیه آمده است طالبان قصد داشتند با استفاده از این موتر در نقاط مختلف شهر کابل فعالیت‌های تخریبی را انجام دهند. گفته می‌شود این موتر در جریان گشت‌زنی نیروهای امنیتی از مربوطات ولسوالی قره‌باغ این ولایت کشف گردیده است. گفتنی است تاکنون در پیوند به آن هیچ شخصی بازداشت نشده است. کابل پایتخت افغانستان است. با آنکه کابل پایتخت افغانستان است اما از وجود طالبان در امان نبوده است و طالبان هر از گاهی فعالیت‌های حراس‌افغانانه‌شان را به خاطر مخشوش ساختن ذهنیت مردم انجام می‌دهند و در این اواخر طالبان بیشتر فعالیت‌هایشان را در این ولایت متمرکز کردند. در یک درگیری نیروهای امنیتی با گروه طالبان در ولایت هرات سه فرد کلیدی گروه طالبان کشته شده است. وزارت امور داخله با پخش خبرنامه میگوید نیروهای امنیتی در ولسوالی پشتون زرغون این ولایت بالای گروه طالبان یک عملیات را راه اندازی کردند که در جریان این عملیات سه فرد کلیدی طالبان کشته شده و یک فرد دیگرشان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. گفته می شود که در اثر این عملیات مقدار مهمات طالبان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. ولایت هرات در جمع ولایات نسبتاً امن کشور به شمار می رود، اما با وجود آن هم هر از گاهی در هرات درگیری ها و عملیات ها بین نیروهای امنیتی افغان و گروه های مخالف مسلح دولت صورت می گیرد که دیروز نیز در یک عملیات 3 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده و 1 تن دیگر از آنها دستگیر گردیده است. وزارت امور داخله با پخش خبرنامه ای می گوید نیروهای خاص پلیس یک عملیات را در برابر گروه‌های مخالف مسلح دولت در این ولایت برا انداخته بودند. عملیات متذکره پلیس در مربوطات ولسوالی پشتون زرغون صورت گرفته است که در نتیجه آن 3 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده و 1 تن دیگر از آنها توسط نیروهای پلیس بازداشت گردیده است. اما گروه طالبان کشته شدن افرادشان را در ولایت هرات و دستگیر شدن 1 تن از اعضای این گروه را تا اکنون تایید نکردند. چهارده نفر در تیراندازی مردان مسلح در داخل کلیسای در بورکینافاسو کشته شدند. هنگام حمله مراسمی در این کلیسا واقع در هانتوکورا در بخش شرقی کشور در جریان بود. هویت مهاجمان و انگیزه آنها از این حمله تا هنوز روشن نشده است. در سالهای اخیر صدها نفر در این کشور کشته شدند که عمدتاً به دست گروه‌های جهادی بوده است. این حملات به تنش‌های قومی و مذهبی و خصوص در مرز با مالی دامن زده است. روز یک شنبه حداقل 14 تن در تیراندازی مردان مسلح در داخل کلیسایی در بورکینافاسو کشته شدند. هنگام حمله مراسمی در این کلیسا واقع در هانتوکورا در بخش شرقی کشور در جریان بوده است. هویت مهاجمان یا انگیزه آنها تا هنوز روشن نشده است. در سالهای اخیر صدها تن در این کشور کشته شدند که عمدتاً به دست گروه‌های جهادی بوده است. این حملات به نقش‌های قومی و مذهبی به
خصوص در مرز با مالی دامن زده است. بیانیه دولت منطقه حاکی است که بسیاری هم زخم برداشتند. در اکتبر گذشته 15 تن در حمله به مسجدی در منطقه کشته شده بودند. حملات جهادی ها در بورکینافاسو از سال 2015 افزایش یافته که در این مدت هزاران مدرسه را مجبور به تعطیل کرده است. این مناقشه از کشور همسایه مالی به بورکینافاسو سرایت کرده است. پیکارجویان اسلامگرا در سال 2012 شمالی مالی را تصرف کردند، اما بعداً توسط نیروهای فرانسوی عقب رانده شدند. با گفته پلیس و منابع امنیتی عراق، معترضان برای دومین بار در هفته گذشته به کنسولگری ایران در نجف حمله کردند و آن را آتش زدند. نجف از ابتدای روز یکشنبه نارام بود و به نقل از شاهدان عینی پلیس از گاز اشکاور و گلوله برای متفرق کردن معترضان استفاده کرده که باعث زخمی شدن 10 نفر شده است. این در حالی است که در نارامی های روزهای گذشته دست کم 20 نفر در نجف کشته شدند. با گفته پلیس عراق، معترضان برای بار دوم در هفته گذشته به کنسولگری ایران در نجف حمله کردند و آن را آتش زدند. نجف از ابتدای روز گذشته نارام بود و به نقل از شاهدان عینی پلیس از گاز اشکاور و گلوله برای متوقف کردن معترضان استفاده کردند که باعث زخمی شدن 2 تن شده است. طی منابع امنیتی عراق، حکم بازداشت کسانی که در روز گذشته به معترضان در نجف حمله کرده بودند صادر شده است. در نارامی‌های اخیر روز گذشته دست کم 20 تن در نجف کشته شده است. عراق در 2 ماه گذشته شاهد اعتراض‌های گسترده و خونین بوده که همچنان ادامه دارد و در جریان آن بیش از 400 تن کشته و 17000 تن زخم برداشته است. اعتراض ابتدا به فساد مالی و کمبود خدمات عمومی بود، اما با وجود وعده دولت برای اصلاحات همچنان اعتراض های مردم گسترش یافته و اکنون خواستار تأهل اساسی کل نظامی سیاسی هستند. این در حال است که معترضان همچنان از نفوذ ایران در کشور خود خشمگین هستند و روز گذشته کنسولگری ایران را در نجف به آتش کشید و پیش از هان نیز با کنسولگری ایران در کربلا حمله کرده بودند. نیویورک تایمز در گزارش شمار کشته ها در اعتراضات 2 هفته اخیر ایران را 180 نفر گفته است. سازمان حقوق بشری عفو بین الملل پیشتر گفته بود که آمار تایید شده کشته ها به 161 نفر رسیده است. اعتراضات گسترده در ایران 2 هفته پیش در پی افزایش ناگهانی و شدید بهای بنزین شروع شد. نیویورک تایمز در گزارش شمار کشته ها را در اعتراضات 2 هفته اخیر ایران حداقل 180 نفر خوانده است. اعتراضات گسترده در ایران 2 هفته پیش در پی افزایش ناگهانی و شدید بهای بنزین شروع شد. معترضان خشمگین در شهرهای بزرگ و کوچک تجمع کردند و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی و رهبران آن شدند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پیشتر در مصاحبه با تلویزیون ایران از بسته شدن جاده ماهشهر به بندر امام توسط معترضان به مدت 30 روز خبر داده بود. نیویورک تایمز و نقل از سازمان‌های حقوق بشر می‌نویسد شاید تا 450 نفر در این اعتراضات کشته شده باشند. بنابر این گزارش‌ها حداقل 2000 نفر هم زخمی شده و 7000 نفر دستگیر شدند. این روزنامه هم اشاره می‌کند که به نظر می‌رسد بیشتر اعتراضات در محل و شهرهای کم درآمد متمرکز بوده است. بر اساس این گزارش بسیاری از ایرانیان که دچار حیرت و تلخ کام هستند خشم خود را متوجه آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران می کنند. مقام های ایرانی تا اکنون از اعلام آمار کشته ها و بازداشتی ها خودداری کردند. با این حال مقام ها به گستردگی اعتراضات اشاره کردند. حال هم به وضعیت ها به وای چند ولایت از کشور و نرخ اسعار توجه کنید.
این بود مجموعه خبر این ساعت که از تلویزیون بیگ تقدیمتان گردید. تا درود بعد، بدرود.